زندگیشون رو ریسک میکنن برای من و تو، برای فردای من و تو. بعد از لحاظ اخلاقی اینا میگن که اینا از ما برترن. خب به خاطر چی؟ به خاطر جیب شد. به خاطر حوری، به خاطر حوری، به خاطر بهشت. دقیقاً اینجا میشه معاملتی که دیگه ایثار و فداکاری نیستش که، خودت داری میگی یه چیز بهتر قراره به دست بیاری. در صورتی که سوال باید برعکس باشه. شما چه جوری میتونید اخلاق مدار باشی؟ یکی داره میگه آرمین خدا مغلطه نمیکنه. مغلطه خدا رو میکنه. سلام به همگی. اعوذ به شیطان من الله الرجیم. من آرمین نوابی هستم. اگر روی یوتیوب دارید نگاه میکنین لطفا همین الان برنامه رو لایک بکنین، باعث رشد کانال میشه. چارلز داره میگه مگه شما شیطان پرستید؟ بله معلومه که ما شیطان پرستیم. ما الکی داریم ادای بی خدایی در میاریم. هدف اصلی رو نباید فراموش بکنیم. ایدئولوژی جمهوری اسلامی رو تارگت اصلی ماست که اینا به نفع ماست. اینا که ویدیوهای اینجوری درست میکنن خیلی برای رسوا کردن این عقاید عقب افتاده شون به درد ما میخوره. تایتلش هست تفاوت بین نگرش خدایان و مسلمانان درباره مرگ و زندگی. حالا بریم ببینیم داره چی میگه اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بزرگواران، با شبیه باشو پدیه در خدمت شما هستیم. این خدا ناباور آتیستا و حالا کانونهاشون را ندانم گرایان یه سری بالاخره عکس نوشته درست میکنن. جالبه، حرفشون خوبه، من قبول دارم اینکه این حرف رو باید اینها بزنن، خوبه بیشتر باشون آشنا میشیم. چه خوب، ما موافقیم. شما هم حرفتون رو بیشتر بزنید، ما هم بیشتر با شما آشنا میشیم، با هم اتفاق نظر داریم. اینا واقعا جوابی داره نداره؟ چون میان ایرادش رو از ما میگیرن، میگن که شما تفکراتتون اشتباه، ما درست فکر میکنیم. خب یکیش همین عکس نوشته که دارید میبینید، میگن آقا خدا ناباوری نیازمند هیچ شهیدی نیست. برای چی بریم در راه خدا کشته بشی؟ باز میگن خدای وجود نداره، خدای نداره که زندگی ما رو فدایش کنیم. اولا که زندگی شما، شما میخوای زندگی تو فداش کنی، اولا با تفکر خدا باوری اگه میخوای بری جلو، اولا که شما از بین نمیری. اون کسایی که در راه خدا به شهادت میرسن اونا رو مرده نپنداری، بل احیا اون در ربهم یرزق. خب ببین همینه دیگه، پس شما اصلا ایثارگر نیستید دیگه. اگه یه کسی که خدا ناباوره و به زندگی بعد از مرگ اعتقاد نداره، اگه بره جونشو بده مثلا برای مردم کشورش یا برای خانواده‌اش یا برای بهسیستی در جامعه و اینا، اون ایثاره. ایثارو بیشتر کسی که خدا ناباوره میتونه انجام بده. دیدگاه خدا باوری واقعا اگه شما فکر میکنید که این کاری که دارید اینجا میکنید قرار زندگی جاودانه و ابدی و در بهشت به شما بدهند، چی رو فدا کردی؟ شما معامله بزرگ کردید، یه معامله پرسود کردید. فداکاری و ایثار یعنی اینکه شما یک چیز بزرگی رو از دست میدید، نه برای خودتون، نه برای منفعت شخصی خود، ولی شما اینجا یه چیزی رو از دست میدید به اسم جان که خیلی کوچکه در برابر زندگی ابدی، و چیز خیلی بزرگتری رو از نظر شخصی به دست میارید. تازه برعکس ایثار، شما آپگرید شدی، شما از این زندگی پر از زجر و بدبختی رفتی یه جایی که بهترین جای بهشت. تازه نه فقط هم بهشت، بهترین جای بهشت، شهید شدی. این کجاش ایثاره؟ من نمیفهمم. آیا مسلمان هست توضیح بده این کجاش ایثاره؟ هیچ فداکاری برای این لازم نداره. اتفاقا اسکلی اگه این کارو نکنی، من نمیدونم چرا مسلمان ها بیشتر سعی نمیکنن شهید بشن. بهترین معامله است نیست؟ جا بهترین معامله است، ولی نکته همینجاست دیگه. ببین این برمیگرده به کجا میرسیم؟ من اون فرقش این میل به بقای انسان در تضاد با یه همچین ایده ای دیگه. یعنی انسان ته ته تهش هم آخرش میگه بابا احتمالم داره که چیزی نباشه. خب فعلا که اینجا داره حال میده، فعلا که اینجا هستم، که این حراس از نبودن در هر صورت ترسناکه، هر چقدر این ایدئولوژی تو مغز شما جا افتاده باشه که نه خواهی بود. گفتی معنی شهید رو ما اگه بخوایم تعریف کنیم، کسی که داره میره ایثار میکنه، گفتی معنی شهید اینه به صورت کلی دی. حالا اگه از صورت اسلامی بخوایم خارجش بکنیم که در راه خدا رو نذاریم توش، چه ایثار کردن یعنی فدا کردن جان برای هدفی بزرگتر که انسانیه، در جهت مثلا بهزیستی بشریت، برای یعنی خب از جان خود گذشتن برای هدفی بزرگ. خب پس بر اساس این تعریف میتونیم بگیم که اسلام شهید نداره. اتفاقا شما برای اینکه شهید باشی احتیاج داره که مسلمان نباشی دیگه. آره ولی اونا یه تعریف دیگه میارن دیگه، با این تعریف ما موافق نیستن. اونا میگن این به اضافه این که باید در راه خدا هم باشد، یعنی میگن هدف بزرگ انسانی، تو قابلیت تعریف هدف بزرگ انسانی رو نداری، خدا تعریف کرد در راستای اون هدف. این هدف رو قبول دارن ایثار برای یک هدف بزرگتر، ولی میگن هدف رو خدا تعیین کرده، تموم شد، شما دیگه در راستای اون باید بری.
اون اونا زنده اند و نزد خدا روزی میخورن. تو علیه با توکل خدا باوری میخوای بری پیش، نگاه بکنی هیچ کسی هیچ عملیش کلا چی میشه، نابود نمیشه. هر کاری انجام بدی میبینی و مسلما کلی هم جزا داده خواهیشو در زندگی ابدی تو بهش. بس فرق ما با شما اینه، شما اگه میخواید بالاخره این کارو نباید بکنه، دیوانه ای میام چه کاری بود. ولی ما اگه این کارام بکنیم یه دیوانه ای چیه؟ شما بالاخره یه چیزی تو زندگیت اونقدر برات مهم هست که اگه اون به خطر بیفته حاضر باشی جون تو بدی که اون در امن و امان باشه. اکثر آدمای همین چیزی تو زندگیشون دارن ندارن؟ نوید من فکر کنم دارن. چرا حتما دارن، اکثر آدما دارن. به غیر از این یه میلی توی انسان هست، این میله چون در جهت بقای ما بوده به وجود اومده، این میله رو انسان در جهت ارضاش قدم برمی‌داره. حتی مثلا یک جامعه‌ای که بهش تعلق پیدا می‌کند رو حتی برای حفظ اون جامعه بعضی موقع حاضر، نه حتی فرزند و اینا که خیلی میلای ابتدایی تر و قوی تری اونا رو که خیلی قیاد میگه. حتی میگم اگر کسی فرزند نداشته باشه، خانواده درجه یکش نباشن که اینا امیال بسیار قوی هن، حتی مثلا خودشو متعلق به یک جامعه بدونه، برای حفظ اون جامعه هم خیلی از انسان ها حاضرن جانشون رو بدن. اصلا لازم هم نیست خدا و نمیدونم دین و چیز دیگه در کار باشه. اصلا خود دین از این استفاده کرده، اصلا خود دین از این کانسپت، از این میله استفاده کرده، اینو ساخته دیگه. میدونیم که چیز بهتر میخوایم به دست بیاریم، زندگی جاودان. دقیقاً اینجا میشه معامله دیگه، دیگه ایثار و فداکاری نیستش که، خودت داری میگی یه چیز بهتر قراره به دست بیاری. الان کسایی که توی ایران دارن میرن برای آزادی میجنگن و براش دارن میمیرن، خیلی از این آدما بیدینن. چرا دارن این ریسکو میکنن؟ دارن زندگیشون رو ریسک میکنن برای من و تو، برای فردای من و تو، فردای بهتر برای بقیه ایرانیان رو اولویت میبینن نسبت به زندگی خودشون. خب یه چیزی رو از خودشون دارن میدن برای اینکه بقیه چیزی رو کسب بکنن. ولی دیدگاه اسلامی که این آخونده الان داره بر ما میگه، من زندگیمو بدم من چه چیزی قرار گیرم بیاد. بعد از اخلاقی اینا میگن که اینا از ما برتره. کلا اخلاق دیگه معنی نداره وقتی که اینجوری نگاه میکنی. حالا جدا از شهادت، خب اینا میان میگن که شما چجوری میتونید اخلاق مدار باشید وقتی که برای کارهای بدی که دارید میکنید مجازاتی بعد از مرگتون نیست و برای کارهای خوبی که دارید میکنید پاداشی بعد از مرگتون نیست. در صورتی که سوال باید برعکس باشه، شما چجوری میتونید اخلاق مدار باشید؟ خب شما وقتی کار خوبتون برای پاداشه و پرهیز از کار بد برای شکنجه است، مجازاته، اون که نمیشه اخلاق. اخلاق یک چیز درونیه، یعنی به خاطر فشار از بیرون نیست. شما یک سری معیارهایی داری، یه سری اصولی داری، یه سری ارزشهایی داری که داری داوطلبانه میگی من نمیخوام این کارو بکنم برای اینکه این کارو نمیپسندم. این میشه مورالیتی، این میشه اخلاق. پس سوالتون باید برعکس بشه، نباید بپرسی شما آتئیستا بدون پاداش و مجازات چجوری میتونی اخلاق مدار باشی. اتفاقا شمایید که نمیتونی اخلاق مدار باشید. با شما اینه، شما اگه میخواید بالاخره این کارو نباید بکنه، دیوانه اید میام چه کاری بود. ولی ما اگه این کارام بکنیم میدونیم که چیز بهتر میخوایم به دست بیاریم. یه چیز خودش هم داره میگه. زندگی جاودان، این زندگی ماست، بال زندگی شماست. حالا دوست داری استفاده کن هر جوری که دلت میخواد، بس نتیجهش هم دیگه نمیتونی خودت تعیین کنی، هر چی بکاری همون درو میکنی. آره دیگه، بر اساس باور به خدا زندگی شماست، خدا بهت داده، هر کاری دوست داری باش بکن، ولی نتیجهشو دیگه انتظار نداشته باشه. خدا اون دنیا دنت سرویس میکنه، میر و قیف و این داستانا. آره. آره. از نگاهه خدا ناباور، اتفاقا خودشه که تعیین کننده است. آخر زندگیش تا لحظه مرگش تعیین کرده که چگونه زندگی کنه، انتخاب کرده، حالا بر اساس جبر زمانه و نمیدونم فلان اینا همه چی، بالاخره یه انتخابایی هم داشته، تموم شده رفته، نتیجه ای هم نه، تموم اونجا دیگه آف میشه. نتیجهش رو دیگران ممکنه ببینن، ممکنه طبیعت یا رو جهان یه نتیجه تأثیری گذاشته باشه، ولی خودش که دیگه تموم میشه دیگه، نتیجه قرار نیست ببینه بعدش از دیدگاه خدا ناباور. چقدر هم فکر میکنم منصفانه است، میگن آره دیگه به تو خدا ناباوری، زندگی خودت هم داشته باش، ولی خب دیگه بعدن شکایت نکنی اگه میله داغ کردیم تو کونه تا خودت انتخاب کردی. من فکر میکنم این حرفش منطقیه. این تنها فرصت ماست. خیلی مهمه، این تنها فرصت ماست و این همه آن چیزیست که داره. دقیقاً درسته. با تفکر خدا ناباوری یه مشکلی پیش میاد عزیزان. میری چرا؟ وقتی میگه این تنها فرصت ماست، میگه ببین هر جور که شده این آخرین چیزیه که دارم، باید به نحو احسن ازش استفاده بکنم، یعنی باید جوری استفاده بکنم که دیگه این آخره، این بره تمامه، هیچ چی دیگه ندارم. این جور آدم با این تفکر دقیقاً مصداق فیلم اسکوید گیم میشه، سریال. حالا اسکوید گیم اینجا داره وارد میشه. اسکوید گیم رو دیدید دیگه؟ بازی مرکب، به خصوص اونجایی که دارن با هم دیگه بازی میکنن. اسکوید گیم رو دیدید دیگه؟ مگه این حرام نیست این فیلم رو نگاه کردم؟ به خصوص اونجایی که دارن با هم دیگه بازی میکنن، با هم دیگه تیله بازی میکنن یا از اون پله میخوان رد شن، وقتی به این مرحله میرسن، چون میگه ببین پاتو اشتباه
بذاری مردی تموم شد رفت. دیگه میگه نه، اینجا که برسی دیگران رو هم هول میدی میندازیشون که بالاخره راه برای خودت باز بشه. فیلمی رو که داری نشون میدی اتفاقا مثال خوبی نیست برای اینکه نشون بدی خود ناباورا چه فکر میکنن. یه آدمایی داشتیم که بد بودن و داشتن بقیه رو قربانی میکردن برای اینکه خودشون بتونن نجات پیدا بکنن، ولی یه سری آدمایی هم داشتیم که نه، اصلا نفر اصلی توی این سریال کسی بود که زندگیشو داشت ریسک میکرد برای دخترش. یعنی شما اتفاقا توی این سریال داری میبینی کسایی که حاضر از زندگیشون رو ریسک بکنن به دلیل‌های غیر دینی. اصلا تمام این سریال درباره قربانی کردن جون بود برای آرمان‌های غیر دینی. این زندگی من برای چی باید فدا بشم؟ برای چی باید ایثار بکنم؟ آره این آدمی رو که روی صفحه نشون دادی، بله این آدم بد است، بقیه رو چرا نمیگی؟ اونا که داشتن زندگیشون رو فدا میکردن برای کسایی که دوست داشتن. ببین نمونه واقعی زندگی حیوانی، زندگی بدون دین، سریال اسکوید گیم. وقتی میرسی توی مرحله، حتی تو موقعی که تو بازی هم که نیستن، تو بیرونشون هم همینجوریه. یعنی اون میاد بالاخره کلیه اینو میخواد به گرو برداره و اما میگه ببینید زندگی بدون دین چی هست. داره آدمای رو نشون میده توی فیلم که آدمای بدی بودن. تو فکر کردی که مثلا ما میگیم که بدون دین همه آدما خوبن، آدمای بد نداریم؟ و بدبختی همشون از سر بدبختی. دنیای بیرونش هم با دنیای بازیش فرقی نداره، میخواد همون بازی رو ادامه میده. و جالبه تو اینجا چی میشه، تو هر مرحله ای طرف حتی زنش رو هم میکشه. یعنی مجبور میشه بالاخره یکی رو انتخاب بکنه. چرا؟ چون باید یا خودم یا خانومم. خب کیو انتخاب؟ رفیقم. رفیق مفیق سیخی چنده. و کسی که خیلی هم دوستش دارم سرش کلاه میذارم. قسمتو دیدید؟ رفیق این آدم بده بود. رفیقشه، خیلی هم دوستش داره، جای باباشه، ولی میاد میگه چیکار وقتی میبینه که خودش باخ بده؟ الان تفنگ دوست. مورال استوری، یعنی داستان اخلاقی استوری، این بود که چه کار زشتی بود. یعنی بعدم طرف پشیمون شد. فیلمه داره به روشهای غیر دینی داره به شما احساسات اخلاقی میده. شما تاسف میخورید از اینکه یه کسی همچین تصمیمی بگیره. این نشون میده قابلیت احساسات انسانی ما رو داره نشون میده که بدون احتیاج به باور به خدا و آخرت و اینها ناراحت میشیم از این همچین تصمیم گیری های بدی، لذت میبریم از فداکاری. اصلا این فیلمه که انقدر محبوبیت داشت برای چی محبوبیت داره؟ به خاطر اینکه دیمیاد انگولک میکنه دقیقاً اونجای ذهن انسان رو که لذت میبره از ایثارگری و فداکاری و افسوس میخوره از یک همچین تصمیم گیری بدی. قابلیت انسان رو داره نشون میده که این آرمان ها رو داره بدون دین. ولی میاد میگه چیکار وقتی میبینه که خودش باخ بده؟ الان تفنگ رو بلاخره شقیقش تاخ میزنه، سرشو گول میزنه. کسی که خیلی جاهای دیگه هم بهش محبت کرده بازم سرشو گول میزنه. میگه مجبورم، خودم یا اون. برای چی اون؟ خودم اما نیست. همین عزیزم، توکل خدا ناباوری همین. وقتی زندگیت فقط همینه به اون فیلمه میگه تفکر خدا ناباوری. به اون فیلمه میگه هیومانیزم. ببین همین بای خدای همین عزیز من، توکل خدا ناباوری همین. وقتی زندگیت فقط همینه، ایثار میثار سیخ چند. این چیزیه که میگن بدون دین. بگو ببینم چه کاریه که ما بدون دین نمیتونیم انجامش بدیم؟ همین کار. برای چی باید انجامش بدی؟ یعنی چی؟ الان شما وسط انقلاب زن زندگی آزادی داری خودت میبینی که مردم دارن سینه سپر میکنن جلوی گلوله، بعد میای میگی که آدمای بیدین، آدمای نه تنها بیدین، آدمای ضد دین، بعد میای میگی این کارو ما قابلیتش نداریم انجام بدیم؟ برای چی باید انجامش بدی؟ دیوانه ای مگه؟ با تفکر آتیز نه دیوانه نیستیم. یه سری چیزا تو زندگیمون هست که از جونمون برامون مهمتره. تو لایف چت دارم میگم برای میهنشون، برای آزادیشون. خب توی این انقلاب هم داریم میبینیم. تفکر آتیز مگه مغز چی خوردی مگه آخه بخوای بیا جونتو برای کس دیگه ای به خطر بندازی؟ من رفتم، این زندگی تنها چیزیه که داریم، همه چیزمون همینه. یه چیز ماورای طبیعی که اصلا وجود نداره رو دارن سعی میکنن بهتون بفروشن. برای فروختن اون زندگی باید بزنن تو سر این زندگی که داریم. چی اینو باید بدم که پوچ بشم برم حالا یکی دیگه حالا چند سال بیشتر، یه سال دو سال ده سال بیشتر از من زندگی کنه؟ دیوانه هم مگه؟ دقیقا همینه. من با همین تفکرتون مشکل دارم. و تفکر اسلام چی میگه؟ میگه نه، تو زندگیت زندگی دائمیه. الان هم که جونت رو دادی بهت میگیم شهید. بله بهت میگیم شهید، جونت رو دادی، زندگی ابدی به خاطر بالاخره جون خودت رو گذاشتی کنار، جون یک آدم، ده آدم، صد آدم حفظ شد. آقا اگه زندگی ابدیه که جونت رو ندادی، چیزی ندادی که نمردی که. جونت رو دادی، زندگی ابدی به خاطر به خاطر چی؟ به خاطر گیر شد. به خاطر حوری، به خاطر حوری، به خاطر بهش، به این ایثاری که خدا ناباورا میکنن به خاطر آدمای دیگه است. شما داری برای حوری میمیری. انگار همه مردم رو نجات دادی. آفرین. انقدر بهت ثواب میدم، جایگاه بالا میدم زندگی. یکی داره میگه آرمین خدا مغلطه نمیکنه. مغلطه خدا رو میکنه.
جایگاه بالا میدم، زندگی طولانی بهت میدم. حالا طرف ممکنه بگه آقا نیست، نبود فلان. ولی ببین دقت کن چقدر همین تفکر به درد جامعه میخوره. یه آدم خدا باور، یه آدم خدا ناباور. آدم خدا ناباور میشه چی؟ اسکوید گیم. پدرتو در میاره، سر منافعش، سر جونش، هر چی که باشه به هیچ کی رحم نمیکنه. چه کلی هم میگه. آقا جان ما هم مسلمون داریم که به رحم نمیکنه، پدرتو در میاره سر منافع خودش، هم خدا ناباور. الان این تعمیم به کل نبود؟ ولی به مادرش هم رحم نمیکنه. ولی آدمی که تفکر خدا باوری داره. فرض کن تو دنیا هست، تو فکر آخرتی هم هست. تو همین دنیا چقدر به درد دیگران میخوره. چه شهدا از جون خودشون میگذرن. شما هی داری به من میگی شهدا رفتن خون دادن برای حجاب. اگه رفتن برای این خون دادن که ریدن. واقعا من ریدم تو خون شهدا اگه رفتن برای حجاب مردن. همون بهتر که مردن. میگذرن. از مال خودشون میگذرن. انفاق میکنن، ایثار میکنن. همه چیشون رو میدن. ولو اینکه خودشون هم گرسنه هستن و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. سه روز غذای خودشون هم این میشه تفکری که آدم خدا باور. فاطمه رو میگه که غذای خودشو داشت میداد به فقرا و سه روز از غذای خودش میزد. این اشتباهه. غذای خودشو داد به فقرا، غذای بچه‌هاش هم داشت میداد به فقرا. ولی غذای دو تا بچه رو داشت داره میده به فقرا، یعنی باید چایلد سرویس پروتکشن بیاد بچه رو ازش بگیره. که آقا این بچه‌ها الان چایلد سرویس پروتکشن میشه که این اداره محافظت از حقوق بچه‌ها و اینا. این باید بیاد از فاطمه زهرا بچه‌ها رو بگیره ببره. بله دیگه چالت سرویس پروتکشن مثلا ابوبکر یاد آره. میکنه کدومش آره. بچه باید غذاشو بخور، غذا خودتو بده به فقیر. این مادر خوبی نیست؟ این مادر مادریه که بچه‌شو باید بیان ازش بگیرید. یه ایثار، ایثار میشه یعنی از خودت بزنی نه از بچت. عجب اسکلی بوده این فاطمه. سه روز غذای خودشون هم نه. این میشه تفکری. سه روز، سه روز بچه سه روز غذا نخورده. همین حسین اسکل شده رفته وسط جنگ بایی. آدم خدا باور در تاریخ جاودانه میمونه. همه ستایشش میکنن حسین ابن علی علیه السلام رو. همه ستایشش میکنن. میان آفرین. واقعا اصلا کلا هر دین دار کفر است. همه ستایشش همه واقعا حسین واقعا احمق بود. ستایشش میکنن حسین ابن علی علیه السلام. این کیه؟ چارلز دیکنز حسین رو ستایش کرده؟ از آره. مسلمانان جهان که مثلا 70 درصدشون سنی هستن، از این 70 درصد احتمالاً 80 درصدشون نمیدونن حسین اصلا کی هست. عمرن چارلز دیکنز هم چه حرفی زده بشه. به کتش اینه میگه اگر منظور حسین جنگ در خواسته های دنیایی بود، من نمیفهمم چرا خواهران و زنان و اطفالش، ای داره به این اشاره میکنه، اطفالش به همراه او بودند. پس عقل چنین حکم میکنه که او فقط به خاطر اسلام فداکاری خیش را انجام داد. عمرن چارلز دیکنز هم چه حرفی زده بشه. عمرن چارلز دیکنز آقا من نمیدونم به شرط میای ببندین چارلز دیکنز هم چه حرفی زده بشه. این شبیه همون انیشتن شیعه شد آخرین لحظات عمرشه دیگه. شبیه همون چه چیر میبافن از خودشون این چیزا رو. حسین ابن علی علیه السلام همه ستایشش میکنن. یعنی آفر واقعا اصلا کلا هر دین دارد کفر است. بیدین هر کسی میخواد باشه اینو ستایشش می، این کار رو ستایش میکنه. میگه آره واقعا واقعا دمش گرم. هر کی اما الان ستایشش نکنیم، ما ریدیم به حسین، ما هم هر کی هستیم دیگه. ولی آدم خدا ناباور این شکلی که فقط میگه زندگی خودم فقط خودم باید اینو داشته باشم، این چه به نظرتون اثری تو جامعه داره؟ مبناش مبنای فردی. ما با اینش دقیقا مشکل داریم. بله عزیز من آتئیست نمیشم، دوستم ندارم آتئیست بشم، چون میبینم که شما به جاش که برسه به هیچ کسی رحم نمیکنید. نبایدم رحم کنید با این تفکرت. منم مسلما این رو نمیپذیرم. حالا هر کی دوست داره میتونه بره آتئیست بشه، میتونه با ایمان و با دین بشه، یه خودش میدونه. فقط بدونه که بعدش فکر نکن که پوچ میشی از بین میری. این زندگی آخرین زندگی تو، آخرین زندگی تو نیستش عزیز من. بعدش تازه باید تک تک عملهایی که کردی و جوابش رو بدی. خب همتون به خدای مهربون. اوکی همین، بریم رو دیسکورد. دیسکورد یک اپ هست مثل همون کلاب هاوس، اتاقهای صوتی داره. ما توی دیسکورد یه سرور داریم به اسم سرور Atheist Republic که همون جمهوری بی خدایان، که توی اون اتاقهای صوتی مختلفی وجود داره و یکی از اتاقهای صوتی ما توی سرور جمهوری بی خدایان بحث بعد از برنامه است. بعد از برنامه من میرم اونجا میشینم، هر کی خواست میتونه بیاد اونجا با هم صحبت کنیم. ممنون از همتون، ممنون که بودید. اگر روی یوتیوب دارید گوش میکنید لطفاً یوتیوب ما رو سابسکرایب بکنید، برنامه هامون رو لایک بکنید و زیر برنامه هامون کامنت بذارید. این باعث رشد کانال ما میشه. اگه میبینید رشد کانال افزایش پیدا کرده به خاطر این کامنت هایی که زیر ویدیو هامون دارید میذارید. ممنون از همه کسایی که دارن این کارو انجام میدن. بریم دیسکورد. ممنون از همتون. ابلیس حافظ همه شما.